موضوع امروزی برنامه ما در رابطه با فتق و یا هم به عباره دیگر پارگی به اصطلاح عام چوره می باشد. فتق چیست؟ چگونه ایجاد می شود؟ و کدام راهکارها را برای یک شخصی که دچار فتق شده است باید انجام بدهیم؟ فتق که معمولاً پارگی نیز نامیده می شود، عبارت از تورم نرم است در قسمت از شکم و یا هم کشاله های ران. هنگامی که حلقه کوچک از روده و یا هم سایر بافت ها از سطح ضعیف عضلاتی شکم بیرون می زند، فتق ظاهر می شود. و همچنان شخصی که دچار فتق شده است می تواند درد داشته باشد و یا هم بدون درد باشد. اگر شخصی که دچار فتق شده است درد نداشت، برای آن شخص کمک های اولیه لازم نیست، برای شخص تسلا داده و هر چه زودتر به مراکز صحی مراجعه شود. و کدام اهداف را یک شخصی که وقتی با در جریان فتق مواجه می شود باید انجام بدهد؟ ما سه هدف داریم که عبارت از تسلای قلب و همچنان کمک کردن به فرد مصدوم هست، تسکین درد و رسانیدن کمک های طبی می باشد. و شخصی که دچار فتق شده است نباید محل تورم را خیلی فشار بدهیم و برای شخص مصدوم را هم اجازه ندهیم که محل را فشار بدهد، زیرا ممکن است خطر آسیب رسیدن به روده ها را به همراه داشته باشد. برای شخصی که دچار فتق شده است نباید هیچ نوع دوای استفاده شود و همچنان برای شخص اجازه خوردن، نوشیدن و یا هم سیگارت کشیدن داده نشود، زیرا ممکن است بعداً به بیهوشی عمومی شخص ضرورت شود. شخصی که دچار فتق شده است کدام علائم را دارد؟ می تواند برآمدگی و یا هم تورم در ناحیه دیواره شکم و همچنان کشاله ران داشته باشد، استفراغ و احساس کشیدگی و درد در ناحیه شکم و کشاله های ران باشد. و اگر شخصی که این حالت ها را داشت باید هر چه زودتر به مراکز صحی مراجعه شود. و همچنان داشتن استفراغ و درد شدید در قسمت شکم و کشاله ران می تواند حاکی از ترشح خون و همچنان پاره شدن قسمت از روده باشد که باید هر چه زودتر به مراکز صحی مراجعه شود. خب برای یک شخصی که دچار فتق شده است ما باید کدام کمک های اولیه را اجرا بکنیم؟ اولا شخص در حالت استراحت باشد، کوشش میکنیم که به فرد کمک کنیم که در حالت نشسته قرار بگیرد و به پشت شخص یک بالشت را قرار میدهیم. و همچنان در این حالت فرد که درد دارد تمایل دارد که زانوهای خود را خم بسازد، به همین دلیل یک بالش و یا هم یک وسیله لوله شده دیگر را در قسمت زیر پای فرد قرار میدهیم تا اینکه فرد در یک وضعیت راحت تر قرار بگیرد. و بعد از او اگر فرد دچار درد شدید بود باید به مراکز صحی مراجعه شود. تا رسیدن به مراکز صحی باید به فرد تسلی بدهیم و همچنان علائم حیاتی مریض را چک کنیم، میزان عکس العمل مریض را چک کنیم، نبض و تنفس مریض را کنترل کنیم.